خب آقا سلام و درود، خوش اومدید به یکی از ویدیوهای ماینکرافتی. امروز اومدیم بیلد کنیم، برخلاف کارهای همیشگیمون اومدیم این دفعه بیلد کنیم. ما یه بیلدی داریم اینجا، حالا زیاد رسیدگی نکردیم، شبیه قصر حالا یه چیزی درست کردیم، ولی یعنی اون یه تیکه کلا هیچی حساب نکنید. خب این یه تیکه کوچیکو بخوایم بر خودمون یه خونه ای درست کنیم، مثل چی بگم، یه کوچولو نقلی دیگه، حالا مثلا اینجوری خود هموار میکنیم و یه سری چیزا میخوام بسازم. آها کلی وسیله هم دارم. خب اینا رو میذاریم اینجا. ما به درخت نیاز داریم، درخت ترکیبی از این درخت جنگل هم بد نیست با دارک. یه سری جوال بامبو اینا استفاده میکنم، یه دونه در صورتی خیلی میپسندم، ولی خب باید ببینیم چی به ساخت خونمون میخوره. اینجا میتونیم از این سنگ ها استفاده کنیم که خیلی با کلاس داره نسبت دیگه. اینا میتونیم استفاده کنیم یه جاهایشو. یه خونه نمیم چند در چندی میسازیم. اگه میخواید با این چیمون ویدیو بسازیم، سرورمون، حتما داخل کامنت ها بگید. یه آرپی دو نفره میتونیم با این بریم، تقریبا یه چیز خوبی از آب در میاد. ما حرف میزنم، ما اینجا رو ساخته بودیم قبلا و اینجا رو میخوام یه خونه کوچیک درست کنم. البته احتمالا بریم یه جای دورتر واسه ساخت این کار، ولی خب میخوام یه ماکتشو فعلا بسازم اینجا. اینجا دور از فضای اونور باشه. اونور دیدی چقدر اینجوری سفیده و مثلا حالت تجملیه، اینجا متفاوته. این تیکه که من اینجا رو پاز میکردم، کامنده رو خود یادم رفت بعضی هاشو، بگر الان از کامند استفاده میکردم خیلی راحت اینجا رو میساختم، یعنی اینجا رو صاف میکردم شنا راحت تر بود. یا اینا الان من سروایو بسازم رازی راحت تره. واو کلنگم اینو همه چی داره. کند شده بازی، نمیدونم چرا. مصاحبه میکنیم اینو نهایت تا 20 دقیقه یا کمتر جمع کنیم، احتمالا زودتر هم تموم بشه. و در جریان باشید اگه دارید این ویدیو رو نگاه میکنید که ما قراره یه سرور RP بزنیم. داره یکی از بچه کارش انجام میده و قراره که چند نفری باشیم و داخلش یه RP انجام بدیم. یه سرور پابلیک هم خودم دارم، یعنی قصدشو دارم بزنم و یه سری تعداد میتونن بیان و داخل بازی کنن و میتونید اگه میخواید شرکت کنید داخل این بازیمون، یعنی سرورمون، اگه میخواید بیاید به ما حتما بگید داخل کامنت اینجا یا اینستو که هماهنگی رو انجام بدیم. تو دیسکورد هم میتونید بیاید، هر جایی که گذاشتیم میتونید اطلاع رسانی، یعنی همین چند تا جا میشه دیگه، دیسکورد و اینستام و همینجا میتونید بیاید و بگید که میخواید بیاید داخل سرور، من شما رو اد کنم. یعنی یه جورای وایت لیست، همینجور هم نیست که گیر بخواید میاد خودتون بیارید، یه چیزایی حالا صحبت میکنیم و میاد داخل و بازی میکنیم. یه سر حالت RP توری شهری درست میکنیم که بتونید داخلش هر کاری میخواید انجام بدید. من قصدم واسه این کار یه خورده بیارمش بالاتر از سطح زمین، فقط باید ببینم چند تا میشه. این یکی دوتا که نه، یعنی یه دونه دو تا سه تا اینم 11 تا
اینم 12 همیش. اگه ما اینو بخوایم وسط در نظر بگیریم، مثلا در یه دونه باید اضافه کنیم، درش هم میتونیم دوتایی بذاریم، مشکلی نیست، خود در دوتا میذاریم بالتر هم میشه. من از قبل هیچی ندیدم و الان دارم یه سری چیزا خودم میسازم و میگم از جایی ندیدم. میتونیم مثلا زیرش یه جای صاف بذاریم، زیاد بزرگش نمی کنم، 10 در 10 باید باشه، ولی من دارم 12 تا درست میکنم، 10 در 10 هم خود زیاده، نشمردم که کندنش خیلی مزخرف شد داخل 1 و 20. اینجا 2 تا 3 تا 4 تا 5 9، اینم 10، اینم شده 10 تا. یه دونه دیگه بیام 11 تا، اینم از 12 همی. 12 در 12 میسازیم اینجا رو. البته اینجا رو بگم یه جورایی چیز نیستش، چی بهش میگن، پایین کار نیست، میاد بالا، دو طبقه است یه جورایی. اینجاش میشه زیر شیروانیش، نه زیر شیروانی که اشتباه شد، زیر خونشه، چی بهش میگن، یعنی اینجا میاد بالاتر یه ردیف. بدین شکل واسه زبطی آره. اوکی، اینجا رو میاریم بالا، رنگاش هم درست میکنیم، یه چیه کلی بزنم اینه، مثلا یه لیمیتی داریم 12 در 12 باید داخل همین بسازیم، یه همچین حالتی میشه. الان اینجا یه خورده اوکیه، سقفشو از اینجا میزنیم، اینو میخوای حالا سفید بزنیم ببینیم چی به چیه. کلی بیلد اینجوری میخوام بسازم، یعنی یه سری ویلیجر شاید بخوایم اضافه کنیم، یعنی ویلیجر داریم. اینجا رو هم ساختم بهتون نشون میدم، خیلی جالب شد. حالا ظاهرش خود شبیه مکعب، یه شبیه چی ایکس باکس شده، ولی خب داخلش خیلی جا داره، یه سری تزیینات باید ردیف کنم براش. یه خود با ویلیجر مشکل داشتیم، شغل نمیگرفتن، ولی خب الان اینو درست کردیم، فکر کنم اوکی شده باشه. یه مشکل از سرور، باید سرور رو عوض کنیم، که سرور عوض نمی کنیم قاعدتا، خیلی مپ قدیمیه و زیاد توش بازی نکردیم، ولی خب تجربات خوبی بود. فکر کنم دراگون هم اینجا زدیم، یاد بگیرم چجوری میشه دوربینو بیاریم بالا. فکر کنم یه گوشی دیگه یا یه چه دیگه باید باشه بخواد از بالا ضبط کنه که من دارم چی کار میکنم، ولی در کل چیز جالبی. چند شب نخوابیدم. داشتیم میگفتیم در مورد سروری که میخوایم بزنیم، یه سرور داریم که حالا ویدیوشو فقط میبینید، شما نمیتونید داخل شرکت کنید، ولی یه ویدیوی دیگه هم که این بسدش این قرار بود باتی شد یک لحظه. دو سه چهار، دو سه چهار، آره وسطش اینجا میشه. خب این نمای اینورشه،
میخورده سخته، ولی خب میگه والا ما میخوایم، یعنی خودم میخوام یه سرور بزنم، فکر کنم حد اکثرش یا حد اقلش 50 نفر باشن اوکیه و مشکل ایجاد نمی کنم. و واسه همین من میخوام یه سروری ران کنم که بچه‌هامون، که بچه‌هایی که ما رو نگاه میکنن بتونن بیان با همون بازی کنن و سرورشو یه ساعتی ران میکنم، یه سری آدم میرن داخل و سرور ران میمونه. یعنی مثلا از ساعت 12 ظهر سرور ران میشه و شما میتونید از اون ساعت برید داخل و به بازی کردن ادامه بدید و شروع کنید. و در صورت دیگه میتونید میتونید که یعنی از اون ساعتی که شروع میشه یکی داخل هست، مثلا خودم هستم میبینم یکی دو نفر اومدن، خودم حالا یه کاری نداشته باشم میرم از سرور و شما بازی میکنید، یا اگه خودم هم بخوام باشم با هم دیگه میشینیم بازی میکنیم، ترید میکنیم و حالا هرچی. باید به هر کی شغلی داده میشه، همه باید اون شغل رو بدونن، هر کی میخواد بیاد یه حالا داخل بازی کتابایی هستش، داخل اون کتابو براتون مینویسیم و شغل هر کی رو میذاریم جلوی در خونه هر کی، میشه بری اونور. و اینکه امیدوارم از این کاری که میخوام بکنم خوشتون بیاد و استقبال کنید، یعنی اینجور نشه که بخوایم سرور بزنیم با یه تعداد خیلی خوبی، یعنی تعدادش مثلا 50 تا باشه یعنی خیلی زیاده، شاید به سرور فشار بیاره، ولی خب دیدیم اینجوری تعداد باید کمتر کنیم. من تست نکردم تا حالا، بیشتر از 5 نفر توی سرور نبودم این حالتی، و میتونیم از این استفاده کنیم که دور هم باشیم و با هم صحبت کنیم، یه سرگرمی هم بشه واسه بچه ها، میان با 4 نفر صحبت میکنن، یه خورده تعامل یاد میگیرن، خود با بقیه صحبت میکنن، چی بهش میگن. حالا در کل خودم این کار خیلی میپسندم، چند وقت پیش داده بود بسرم که یه سرور پابلیک بزنم و سرور پابلیکمونم تقریبا میشه گفت آماده است، یه سری کارهای جزئی داره، باید یه سری هماهنگی انجام بشه با چند نفر و یه خورده تعداد بچه هایی که نگاه میکنن بخوان بیان کمه نسبتا، و نهایت بخوایم 5 نفر رو ببریم داخل سرور و بخوان بازی کنن، باید یه تعداد خیلی زیادی باشه که مثلا بتونیم راحت تر شغل تقسیم کنیم، یکی درخت بکنه، یکی مثلا درخت جنگل بکنه، یکی درخت دارک بکنه، یکی سنگ بکنه، یکی بره داخل دریا ماهی بگیره، یکی مثلا حالت شغل ها دیگه، کلی شغل داخل ماینکرافت بتونیم بدیم به هر کس، مثلا یکی بره فقط بامبو بکنه، یه مغازه میدیم دستش، یعنی هر کی یه خونه و یه مغازه داره، یا میتونه خونهشو با مغازش یکی کنه، یعنی یه 10 در 10 واسه خونهشه، اون 5 در 5 مغازش که هست میتونه اونم بگیره خونهش کنه، یعنی خونه و مغازش با هم یه شکله، یعنی یکیه. من اینجا رو چون دیوارشو کنده هم میخوام شیشه بزنم، اون شیشه نه شیشه، این شیشه، شیشه سفید باشه استثنان، اگه مادی چیزی هم بخواید بزنید راحت بتونید ببینید. هنوز هم اینجا کلی کار داره، یه خورده از بالا پایینش باید اوکی کنم، کلی ایده دارم این الان میرسه به ذهنم، یعنی میاد به ذهنم، اون ورش چون به سمت اونجا شیشه اینجوری نمیزنیم براش. خب میایم بالا، ما خود خونمون میادش روی اینور، دیواراشو بزنیم 4 تا گوشهشو، فکر کنم اینجوری جالب نشه ولی خب تست میکنیم. بعد اینکه در کل امیدوارم این کاری که میخوام انجام بدم و استقبال کنید، خورده تعداد
سابامون کمه به نسبت. و یه چیز جالبی هم هست برام اینه که چجوری، یعنی چقدر از چی خوشتون میاد از پسرخوانده؟ رو نمیم چرا استقبال پسرخوانده بیشتر از بقیه گیم ها بود که تا الان گذاشتم، یعنی در ماینکرافت کال آف دیوتی که زیاد با کال آف دیوتی چی نکردیم، این بیشتر قابل توجه بود. خیلی خوش آمد از این. بعد بسازیم ببینیم چی میشه. اینجا رو شوفا شومینش میکنه، باید این زیرش رو باید عوض کن. خب این میاد تا اینجا ها، چهار تا از اون ور بایسا، این هم بیاد، یعنی مثلا یه خورد، نه این باید باشه، اینو بیاریم، یه در اینجا میخوره، یه پلم باید این ورش بخوره. باشید. خب بدون چیزی دارم اسمه چی میکنم میسازم جایی که بخوام چیزی ببینم. و خب قصدم از اول اینجوری بود، یعنی اینجا باید خراب بشه در این حالت اگه بخوایم اینو بیاریم عقب‌تر. خب من ویدیو رو پاز میکنم، یه تیکر رو یه فکری براش بکنم و دوباره ویدیو رو میاد و بهتون میگم که چیکار کردم، چون وگرنه تایم ویدیو خیلی زیاد میشه. خب اوکی، من برگشتم و من مثلا اینجا دیوار کشیدم، فنس گذاشتم، بعد این عنکبوت پوفیوز اومده بالا. آخه نفهم بیشهور اون بالا چه غلطی میکنه دور داخل. خب بریم سراغ کارمون. او از این زاویه خوبه، یه خود با رنگاش اوکی کنم. اینجا صورتی گذاشتم که چی میش میگم همه رنگ ها رو داشته باشه تقریبا. این وسط داره، یه دونه باید اونورتر میبردم، یه دونه اینو باید بیارم اینور، باز اینورش بد میشه. خب این باشه، همینجا دو در باشه اشکال نداره. دو در اینو میتونیم از چون حالت قدیمی تور داره، میتونیم از این جانگل دو استفاده کنیم، به نظرم جالبه. آره خوبه، میاد بهش. بعد اینجا رو سند کردم، اینجا رو باید پر کنم. اینجا الان سند، این ورش سنده کلن، یه حالت اونای دریاچه مانند دیدید این حالتیه. چه احساس میکنم این پر نمیشه. درست دارم میگم؟ اونم میره زیر زیر. بله اوکی. خب سوری. خب بریم سراغ ادامه. ببینید این الان در این حالته،
یعنی ما از یه بر باید در بگیریم، بعد از این طرف هم میتونیم بیم، از این طرف هم میتونیم بیایم بالا. یعنی چجوری؟ بدین شد استرز بگیریم. خب چه استرزی میتونیم اینو دارک استفاده کنیم؟ خب اینم از این. اینم اینجوری میتونید بیاید بالا. و فنس ها چجوری میشه گفت؟ تقریبا دکوریه، دکوریتشه. خب سقف اینجا رو بذاریم. الان داخلم بهتون نشون میدم. سه بارونو زدم. خب داخلی همچین شکل شد. جای خوابمون احتمالا میاد این گوشه. اینجا غذا درست میکنیم، اینم دودشی میتونیم ببندیم، میتونیم باز کنیم اینجوری هوا کشه. اینجا میتونیم غذا درست کنیم. این وسطش سمت اینور نمی اومد، بس همین اونو گذاشتیم اونجا. و یه جوری گرم کنم استفاده میشه کرد، به عنوان گرم شدن و اینجور چیزا. من میگم دوروبرش دیگه آینه بذاریم، آینه که شیشه. یه خونه دلبازیه این حالتی. خب اینم الان از این. این شد داخل خونه. یه سری وسیله ها میخواد باید اضافه کنیم. میریم کجا؟ پایین خونه. حالا اینجا باید بسش سرپوشید، سرپوش درست کنم که خیس نشیم مثلا. خب میتونیم اینو سفید استفاده کنیم، برچ بذاریم. و یک کار دیگه هم باید انجام بدیم. الان بهتون میگم پایین رو یه خورده ببریم داخل، یعنی سخت داشته باشه ولی پایش بره داخل. فکر کنم نیم چجوری بشه، ولی میریم امتحان میکنیم ببینیم که چجوری میشه. حالا اینجوری کسی برات خونه ساخته؟ نه واقعا. حالا اینجاشو میذاریم و این از این ورش. یه چیز گوگولی و ناز شد. اونجا مثلا صندلی اینا میذاریم و این یه نمای کلی. حالا بریم زیر و داخلش رو، داخل زیرش رو یعنی ردیف کنیم. خب اینو میکنیم. اینجا میشه یه همچین حالتی. گم شو برو بیرون. انبار تور میشه این بر. نمیدونم اینی که استفاده میکنم خوبه براش یا نه. در ورودش این بر نیستش قاعدتا. حالا این درش با دیور بگیریم. در ورودش منظورم این بر، چون اینو قرار رو از بالا بگیریم وسطش اینجا بود. خب
اینم از این. یه جورایی مثلا وسایل خودتون رو داخلش میذارید میشه. اینم از این. نکن آقا نکن، ماست مالیش میکنیم. ولی خب بریم حالا اون ور، در این ور رو اوکی کنیم. این ور میشه در ورودی و باید یه پنجره کوچیک رو به این ور داشته باشه. اینجا یه پنجره اینجوری خوبه آیا؟ در این بر رو میتونیم حالا ما بخوایم در رو از اینجا بگیم، در براش نمیذاریم، یه سری چست میذاریم داخل و یعنی میشه بدین صورت. چست ها کجاست؟ اینا چست. اینجا دوتایی بالایی که باز نمیشه میتونیم از اون چستا بذاریم. خب یه دونه کرافتینگ تیبل هم بذاریم، یه دونه که دوتا بذاریم ست. خب این از اینجا بالا میتونیم یه سری وسایل کار بذاریم و این شد از اینجا کامنت بذارید با این یا بدون این. خودم میگم فعلا با این باشه. بعد اینجا رو میتونیم یه سری اجاق مجاق بذاریم داخل، اوکی، فقط یه سری وسایل باید بذاش اضافه کنه. یه دونه درم براش بذاریم، اینجا رو هم باید درست کنم و درش رو مثل در بالا بخوایم بذاریم میشه این. ولی خب من میگم این چیز متفاوت بذاریم، مثلا پولداری درست کنیم که دو تا در مختلف داریم برای خونمون. این جالبه، جالبه آجا. نه بهش نمیاد، بذارید ببین. این هم خوبه، به رنگ درم میاد، به رنگ خود خونه. عالی، درمون شده این. یه سری نور پردازی الان اوکی میکنم. خب این از این ور ببینید، یعنی شده پشت خونه، یه همچه حالتی داره، میره بالا، قشنگ نشد انصافا. این جلوش هم باید شبیه اون ور بیارم جلو. میتونیم اینو یه رنگ متفاوت بزنیم. الان ما اینو داریم، مانگروف دارک هم داریم، یا مانگروف بذاریم یا دارک. یک ایده باید به خرج بدیم مثلا این. برسید ببینم، سقف رو میتونیم یه رنگ بزنیم، یعنی میتونیم سقف رو کلا این رنگیش کنیم. نمیدونم نظرتونه یا نه، سقف رو کلا اینجوری کنیم و این به نظرم جالبه. سقف یه رنگ باشه، دو رنگ دیگه نباشه. چون مثلا اینجا کف استفاده شد، من اینو بذارم. خب چوبش کو، چوبش اینجاست، یعنی اینجوری میشه، قشنگ میشه به نظرم. بذارید روز کنم براتون. به نظرم جالب میشه. حالا بازم میشه اینا رو تغییر داد، زیاد به اینا فعلا دل خوش نمی کنیم، گرم نمی کنیم، قاطی کردم. خب اوکی بکنیم. اینجا رو میخوام کلی از این خونه ها بسازم به شکل های مختلف. یکی اون بالای کوه میبینید الان اونجا درخت هست، یکی اونجا میسازیم
و داخلش ویلیجر میذاریم، مثلا شغلشون اینجا، جلوشون هم یه جورایی میذاریم باشن، باز باشه بره بیاد، زندانی نمیکنیم طرفو. یلا کنده نه کنده نشد ای بابا. بندیم دود داره میده، اذیت میکنه. خب خونمونو تقریبا تموم شد ساختش، سقفشو بزنیم دیگه کارمون تموم میشه. شیشه رو دادم شکوندم، ایول بدی های موبایل بازی کردن همینه، خیلی رو مخه. اونم فکر کنم همین مانگو گرفته بودن، مایکرو چه اسم مزخرفی داره بابا. سقف خونمون قرمز بگیرم، قشنگ شد. من برم اینجا رو بزنم برگردم. خب اینجا رو زدم برگشتم. خب اینو میبینیم، این نمای کلی از خونه. این و پشت خونه است. این برم رو به در ورود، یعنی میایید و میرید از این طرفه. میریم حالا واسه نورپردازی شو این داستان ها. ما برای نورپردازی به از اینا نیاز داریم و یه کتاب خونه هم باید براش درست کنیم. مثلا یه تیکه کلی تزیینات داخلی داره. من ویدیو رو پاز میکنم و میرم و آخر سر میام و کلش رو نشون میدم. خب برگشتم با اتمام ساختن این خونه زیبا و به دل نشین. شاید بالاش خورده بد شده باشه ولی بازم قشنگ، یه سری تغییرات شاید توش ایجاد کنه و با هم دیگه تغییرات رو حتما میبینیم که چه تغییراتی رو خلاش ایفا شده و اجرا کردم بهش. بریم از پایین ببینیم. خب وارد میشیم، این ورش چیز خاصی نیست، میتونید بشینید، من حواسم نبود نذاشتم. اینجا میتونید بیایید بشینید و از منظره لذت ببرید. آبو میبینید حالا اون بر، حالا یه سری چیزا دارید. خب میاید و یه سری نور پردازی ها شده اینجا. اینجا میتونید کاراتون رو انجام بدید، پخت و پزاتون رو، وسایل کار، یه چند تا چیز دیگه هم اضافه میشه. اینجا وسایلتون رو نگهداری میکنید که دیدید. اینجا کتاب خونه هست، میتونید اینچنت کنید و کتاب مثلا بخونید، کتاب بنویسید. همچه حالتی همون بر یه راه داره میایید بالا، اینجا هم میتونید بشینید که اینجا ویوش خیلی بهتره. اونجا مثلا برای زمستون اینجا چیز هست. بعد همینو میایید این برم دوباره در زدیم، میرسیم به اینجا. ببین چه جای نقلی و خوشگلی شد. شما میتونید همینو به عنوان یه خونه حساب کنید، پایین رو حساب نکنید، در همین قد یه خونه خیلی ناز و خوشگل تحویلتون میدم. بفرمایید و یه غذایی هم سفتون میذاریم و بفرمایید با ما غذا بکنیم. بله یه خورتر زدم تو خونه باگه. خب اینم از این حل، فقط نمیشه اینجا پرواز کرد. اینم از این نمای کلی خونه، امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، بدرود. باز دیر نمیشه. خب تا ویدیو بعدی، بدرود. میبینم اتون خیلی زود و نمیدونم چی میگم. اوکی ویدیو رو همجا به اتمام میرسونیم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ و مراقب باشید.